برگشتیم دوستا، ادامه برنامه شامی یک و بخش درمان هست. امشب قرار است روی موضوع تغییر رنگ دندان ها صحبت داشته باشیم. زمانی که موضوع تغییر رنگ دندان ها به میان می آید، در ذهن ما فقط امو رنگ زرد دندان ها مجسم می شود و ما امشب می خواهیم روی همین موضوع با دکتر صاحب صحبت داشته باشیم و همچنان خوشبختانه دکتر صاحب در استیدیو تشریف دارن. دکتر سویدا مایار، معالج امراض جوف دهن، سلام و شب شما بخیر. در ابتدا سلام به شما و به تمامی بیننده های عزیزتان. امید است که تا این ساعت روز به خوشی و سلامتی سپری کرده باشین. بسیار خوشحال هستم که در برنامه تان حضور دارم. سلامت باشین. زندگی چطور میگذره؟ الحمدلله خوب میگذره. تشکر. دکتر صاحب، موضوعی که امشب ما انتخاب کردیم و اکثریت دوستا پیام گذاشته بودن که روی این موضوع ما باید بحث داشته باشیم، تغییر رنگ دندان هاست. حالا خوب است که بر ما یک تعریف از تغییر رنگ دندان ها داشته باشید. خب در ابتدا قبل از اینکه ما به این موضوع که تغییر رنگ دندان ها چیست و چه قسم تشخیص میشه بپردازیم، قبل از این ما باید بفهمیم که رنگ طبیعی دندان یا شکل طبیعی دندان چه قسم است، که ما بعد از او با مقایسه با رنگ طبیعی دندان ما بفهمیم که دندان ما تغییر رنگ داره یا نداره. خب در جوف دهن یک انسان در طول عمرش دو نوع دندان خروج میکنه. یکی همون دندان های شیری ماست و دیگه هم دندان های دائمی است. دندان های شیری معمولا رنگ طبیعیشان سفیدتر است، اما وقتی که دندان های دائمی خروج میکنه، رنگ اینا معمولا نسبت به دندان های شیری کم زردتر یا زرد کاهی ما او را میگیم، زردتر میباشه. به همین خاطر از بعضی وقتا بیشتر والدین به تشویش میباشن، میگن که مثلا اطفال ما وقتی که دندانهای شیریشان بود بسیار دندانهای سالم داشتن، سفید رنگ بود، اما وقتی که آله دندانهای دائمیشان خروج کرده، رنگ دندانهایشان زردتر شده. که یک موضوع کاملا عادی است و یعنی گپ قابل تشویش نیست. بله. اما میاییم به تغییر رنگ دندان. در طول دوره حیات بعض از عوامل می باشه که باعث از این میشه که امور رنگ طبیعی دندان مبدل شوه به یک رنگ غیر طبیعی. که این رنگ میتونه که هر رنگ باشه، مثلا رنگ زرد بوده میتونه، رنگ سیاه بوده میتونه، رنگ خاکستری و حتی بعض اوقات به رنگ آبی هم دیده میشه این تغییر رنگ. بسیار خوب. و بچه‌ها نواست دکتر صاحب؟ خب از لحاظ عاملش اگر ما بگوییم، از لحاظ عامل و فاکتورهایش به دو نوع است. یکی تغییر رنگ خارجی است و یکی هم تغییر رنگ داخلی می باشه. و اگر از لحاظ رنگ ما بگوییم، این به رنگ های متفاوت ما گفته می تانیم که دقیقا ما حال گفته نمی تانیم که چند رنگ، مثلا رنگ زرد بوده می تانه، رنگ خاکستری تاریک بوده می تانه، روشن بوده می تانه، رنگ مایل و سیاه بوده می تانه، رنگ بنفش، رنگ آبی بوده می تانه. اما از لحاظ عامل و فاکتورهایش اگر ما ببینیم دو نوع است، یکیش خارجی است و دیگه هم داخلی است. و کدام عامل و فاکتورها بیشتر نقش دارند در تغییر رنگ دندان ها؟ خب قسم که قبلا گفتیم که امی عوامل شما به دو دسته تقسیم میکنیم، یک خارجی و دیگه داخلی. شروعش از عوامل داخلی میکنیم. عوامل داخلی ما چند مورد نام میبرم، مثلا یک موردش تروما یا صدمه ای که دندان ها به دندان ها وارد میشه در اثر افتیدن یک شخص، در اثر یک حادثه میکنن، این دندان هایشان رنگ خود تغییر میده، یا خاکستری میشه یا سیاه میشه و یا هم آبی میشه. این یک عاملش بوده میتونه. عامل دیگهش ایجینگ یا سن بلند میباشه. وقتی که سن ما بلند میره، امی مینایی که لایه خارجی دندان است یا دندان پوشش داده، این آهسته آهسته رو به نازک شدن میباشه. نازکتر شده میره و در زیر این مینا دنتینی که قرار داره، یعنی رنگ او دنتین یعنی به صورت نرمال زرد رنگ است، او بیشتر نمایان میشه و بیشتر ما میبینیم که اشخاص که سنشان بلندتر میره، رنگ دندانایشان زردتر شده میره. که یک چیز طبیعی و عادی است. یعنی اگر از لحاظ ظاهری برای خود شخص کدام مشکل ایجاد نمیکنه، پس ضرورت به تداوی نداره، چون برای صحتشان کدام یعنی کدام ریسک بسیار زیاد نداره. و عامل دیگه که از جمله عوامل داخلی است، که از جمله عوامل است که به صورت داخلی باعث تغییر رنگ دندان میشه، عبارت از گرفتن فلوراید است.
وقتی که در سن سال می باشن کودکا و یعنی کسایی که در سن سال هستن که رشد دندان ها و تکامل دندان ها در سن سال صورت می گیره، اگر فلوراید بیش از حد بگیرن، این هم باعث از این میشه که بعض از لکه ها در روی دندان از اینا ایجاد میشه. و عامل دیگه شما گفتم میتونیم که بعض از ادویه ها هستن، خصوصا در دورانی که اطفال پایین تر از سن 12 سال می داشته باشن، وقتی که از ادویه آنتی بیوتیک که به نام تتراسیکلین است استفاده میکنن، این باعث از این میشه که باعث تغییر رنگ دائمی دندان از اینا ایجاد میشه. و همچنان خانمایی که حمل دارن، خصوصا اونایی که در ترایمستر آخر هستن، اینا بیشتر باید کوشش کنن که از این آنتی بیوتیک ها استفاده نکنن. و یک ادویه دیگه که در بین جوانای ما زیاد رایج است، ادویه مینوسیکلین است که اینا یعنی بیشتر به خاطر اکنی استفاده میشه این ادویه، که این هم حتی بعد از اینکه دندان ها خوب تکامل هم کردن، اما بعد از این هم این ممکن است که باعث در نزد امو کسایی که استفاده میکنن باعث تغییر رنگ دائمی دندان ها شوه. و میاییم بالای عوامل که به صورت خارجی باعث تغییر رنگ دندان ها میشن، که مهمترین و عمده ترین عاملش که است حفظ صحی ضعیف جوف دهن است. ما میفهمیم که یعنی روزانه باید حداقل دو بار بر دو دقیقه دندان ها برس شوند، بعد از او فلاس یا نخ دندان استفاده شوه. و در صورتی که یک شخص این کار به صورت دوامدار و به صورت روزمره انجام نده، این باعث از این میشه که ممکن است یک تغییر رنگ در نزدشان ایجاد شوه. عامل دیگه که به صورت خارجی میتونه که باعث تغییر رنگ دندان ها شوه، استفاده از ماوتواش ها و یا هم عمود دهن شویه هایی است، خصوصا دهن شویه هایی که هاوی کلوریکزیدین میباشه، اینا باعث از این میشن که به صورت خارجی باعث تغییر رنگ در دندان ها شوند. و یک عامل دیگه که به ذهن میرسه امی خود مواد غذایی و نوشابه هایی است که باعث رنگ میشن. بعض از نوشابه ها مثلا چای سیاه و قهوه هاوی رنگدانه ها یا کروماتین هستند که اینا باعث از این میشن که امو رنگ دندان تغییر بتن. و همچنان در غذاها مثلا بعض از ساس های استفاده میشن که اینا هم باعث تغییر رنگ دندان میشن. دکتر صاحب، شما یاد کردین که استفاده از ادویه میتونه که باعث تغییر رنگ دندان ها شوه. آیا میتونه تمام دندان ها رو رنگش تغییر بده یا صرف یک دو دندان؟ ادویه هایی که استفاده میشه مثلا تتراسیکلین معمولا بالای تمامی دندان ها به صورت عمومی در جوف دهن تاثیر میمانند. و این تغییر رنگ است نگفته نمانه، وقتی که تغییر رنگ عاملش یک عامل داخلی باشه مثلا از لحاظ ادویه، این تداوی از این بسیار مشکل است. نمیگم که یعنی ناممکن نیست، اما مشکل است تداویش. بله. دکتر صاحب، اکثرا زمانی که همین بحث تغییر رنگ دندان ها یاد میشه، فقط هم رنگ زرد یعنی به ذهن ما خطور میکنه و بیشترش هم رنگ زرد است. حالا لکه های سفید یا قهوه‌ای که روی دندان ها است، این هم شامل همی تغییر رنگ دندان ها میشه؟ بله، ما شاهد از این هستیم واقعا و بسیار زیاد هم است حوادث از این که بعضی اشخاص هستن که دندانهایشان دیگه سالم است، تغییر رنگ تو زرد هم ندارن، اما فقط به روی دندانهایشان در بعضی قسمت ها بعضی از لکه های سفید است. و حتی بعض اوقات این لکه های سفید همراه با لکه های قهوه ای میباشن. و اگر در حالت پیشرفته تر شده بعض مریضا ببینیم، یعنی سوراخ ها هم در دندانهایشان موجود میباشه، که این حادثه که است بیشتر از باعث گرفت تن فلوراید بیش از حد ای صورت میگیره که ایره به نام فلوروزیس ما یاد میکنیم. و مخصوصا در زمانی که قبل از سن 8 سالگی اطفال میباشن، اینا وقتی که از آبهای آشامیدنی که هاوی فلوراید هستن اینا استفاده میکنن. و بر علاوه از او مثلا بعض از والدین هم وسواسی میباشن بخاطر از اینکه دندانای اطفال خراب نشه، میگن که باشن که کریم دندان که هاوی فلوراید باشه و دهن شویه های که هاوی فلوراید هستن اینا را برشان یعنی استفاده میکنن. کی باعث از این میشه که مقدار کافی فلوراید که ضرورت است، این فلوراید از او احد بیشتر میشه و باعث این حادثه میشه. و به خاطر تداوی از این، بعض از دوستا شاید مشکل داشته باشن، به خاطر تداوی از این باید بگویم اگر در حد باشه که یعنی کمتر دیده میشه، ما میتونیم که به خاطر از این امو دکتر مربوطشان برشان بلیچینگ توصیه میکنن. بلیچینگ دندان ها را سفیدتر میکنه امو رنگش. اما اگر بیشتر باشه مثلا امو ساختمان آناتومی دندان از دست داده باشن، در این صورت میتونن که از وینیر و یا هم از پوش های دندانی برشان توصیه شوه. دکتر صاحب، اکثرا یک
خط سفید روی دندان ها پیدا میشه، آیا هم شامل لکه هست؟ وقتی ببینی فکر میکنی دندان کسر پیدا کرده یا شکستگی؟ خب این باید دیده شوه، یعنی ممکن است که این هم کسر باشه. کسر هم در مراحل ابتداییش مثل یعنی مکمل نمی باشه، ممکن است که کسر باشه و ممکن است که از باعث اینمی فلوروزس باشه. و آیا پاکاری دندان یا هم شستشوی دندان میتونه یک تداوی دائمی به خاطر از بین بردن تغییر رنگ دندان باشه؟ خب در مورد شستشوی دندان باید بگویم فعلا در جامعه ما یک تعداد باورهای غلط در بین مردم ما رایج است که مثلا فکر میکنن که امی خود تداوی دندان یا امو پاکاری دندان که توسط دکتر دندان صورت میگیره یا مینای دندانشان از بین میبره یا هم به این مفکوره هستن که دندانشان لقی پیدا خواهد کرد و در کل فکر میکنن که عوارض جانبی داره این کار. اما ما باید براتون بگویم که این برعلاوه از اینکه عوارض جانبی نداره بلکه بسیار زیاد به سلامتی بیره و دندان این مهم هم است و بسیار یعنی نقش اساسی را داره در سلامتی بیره و دندان. چه قسم ما وقتی که پاکاری میکنیم، وقتی که پاکاری توسط یک شخص مسلکی صورت بگیره و با تکنیک های استاندارد و با وسایل و اونمو وسیله های استاندارد صورت بگیره، این وسیله ها التراسونیک هستن. توسط فشار آب و اهتزاز اونمو منگ که در سطح دندان است یا امو رنگ که در سطح دندان است ایره پاک میکنیم و به مینای دندان اصلا این آسیب نمیرسانه اگر توسط یک شخص مسلکی البته صورت بگیره. به خاطر ما گفتم میتونم که یعنی برعلاوه از اینکه این عوارض جانبی نداره هنوز فایده هم داره و به سلامتی بیره بسیار مهم است که حداقل سالانه یک بار یک شخص باید مراجعه کنه به خاطر پاکاری دندان. چون بعضی از ساحات دجاف و دهن هستند که با وجود از اینکه یعنی ما روزانه او را برس میکنیم، نخ دندان استفاده میکنیم، اما باز هم دسترسی به او ساحات بسیار مشکل میباشه و توسط برس قابل پاکاری نمیباشه. پس به خاطر از این خوب است که برای یک دکتر دندان مراجعه شوه و توسط اونمو وسیله خاصی که ما داریم پاکاری شوه. بسیار خوب. و دکتر صاحب به عنوان آخرین پرسش، آیا تغییر رنگ دندان تداوی دارد؟ تداوی دائمی؟ خب در مورد از این سوالتان باید ما بگویم که ما قبلا هم گفتم که ما دو نوع تغییر رنگ داریم، یعنی یکی تغییر رنگ داخلی است و یکی تغییر رنگ خارجی است. در مورد تغییر رنگ خارجی تداوی داره، بله چرا نداره، تداویش هم بسیار آسان است و در یک یا دو جلسه دکتر مربوطه تان میتونه براتون مشکلتان حل کنه. چه قسم با استفاده از این اسکیلینگ یا امی وسیله را که ما گفتم وسیله التراسونیک ما داریم، این منگ پاککاری میشه و امو رنگ دندان دوباره به حالت طبیعی یا حالت قبلیش برمیگرده. اما در صورتی که مشکلات ما یا امو تغییر رنگ ما تغییر رنگ داخلی باشه، در این صورت یک کم تداویش مشکل تر است. چه قسم اگر در مراحل ابتدایی باشه، مثلا ما گفتم که از باعث ادویه ها بعض وقت تغییر رنگ ایجاد میشه، اگر در مراحل ابتدایی باشه یعنی تغییر رنگ کمتر باشه، میتونیم که توسط بلیچینگ این عملیه را انجام بدیم که فقط اونمو یک جلسه را در بر میگیره، بلیچینگ صورت میگیره و رنگ دندان های مریض کاملا سفید میشه، یعنی امو رضایتشان جلب میشه. اما در صورتی که مشکلشان جدی باشه، در این صورت اینا مجبور هستن که یا وینیر بگیرن. وینیر ما به مو پوش های میگیم که یعنی فقط سطح دندان می پوشانن که فعلا زیاد رایج هم است و زیاد مردم ازش استفاده میکنن و اگر مشکلشان از او قدم پیشرفته تر باشه ممکن است که کاندید پوش دندانی باشن. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از اینکه تشریف آوردین. دوستا در حال حاضر هم وقفه داریم، در ادامه با ما باشین.